بشم شما سبناسیخ که به در این شبات قرار میشه پروشایی قرخ هست در پروشایی قرخ ما میبینیم که بعد از اون مقافات ها و مشکلات بسیار عدیده و فرابانی که قرخ و جماعت ایشون برای خود اون افراد ایجاد میکنند بعد از مرگ اونها اعتراضی از سوی جماعت به مشاوران راه شلوم و صورت میگیره و اونها میگن که شما عامل از بین رفتن جماعت هستید و اینجاست که خداوند خشمش برافروخته میشه و با فرستادن بیماری تا اون در میان جماعت یک چیزی حدود 14700 نفر از اونها رو تلف میکنه و بعد از این ماجرا ما بینیم که قدوش برخو به مشاوران رو میگه برای اینکه دیگه هیچ نوع شکایت و اعتراضی نباشه من باید به نحوی ثابت بکنم که اهرون به عنوان نماینده من هست به عنوان کوهنگادول هست و روی این حساب عشم به موشه میگه که به هر نماینده ای از اسبات بگه که هر کدومشون یک اسرایی بیارن یک چوب خشکی بیارن و اون فردی که در حقیقت منتخب پروردگار است اسرای اون شکوفا میشه و اینجوری مشخص میشه که پروردگار بزرگ چه کسی رو انتخاب کرده که دیگه اعتراضی در این زمینه وجود نداشته باشه چون که عمده اعتراضی که در بحث قورخ مطرح بود ایشون میگفت که باید کوهنگادول باشه و چرا اهرون به عنوان کوهن انتخاب شده و به حال این ضربه رو خورد و بعد که جماعت آمدند اعتراض کردند اونها هم اون ضربه شدید رو خوردند و اینجا پروردگار میخواد که دیگه به قول معروف اتمام و کنه و بحث رو تمام کنه ما میبینیم که از اسبات مختلف اون فردی که نماینده بود هر کسی یک چوب خشک یا یک اسایی رو میاره و اهرون کوین به عنوان نماینده سب تلوی ایشون هم اثار رو میاره و انگامی که افراد میان و مشاهده میکنن روز بعد که ببینن که چه کسی منتخب پروردگار است میبینن که بله اصای اهرون هست که شکوفا شده ولی بحثی که اینجا مطرح است اینه که تراتن میفرماد فرماد وحی میماخورات و و مشعل اوهل آهدود وهینه پارخ مت اهرون تلوی و یوتسه فرخ و یوتسص تیص و ایگمول شقدیم. یعنی اینجا سه مرحله رو ترتون عنوان می‌فرماد که عصای اهرون کوئن قبل از هر چیز شکوفه داد به اصطلاح گلهایی که قبل از تبدیل شدن به میوه روی درخت ها آشکار میشن و بعد از اون گلبرگا ریختند و نارگل اون میوه بسیار کوچک و نارسی که به اصطلاح در مرکز گل هست اونها پدیدار شدن و بعد از اون اون نارگل تبدیل شد به بادام میفهمان که اگر پروردگار بزرگ میخواد ثابت بکنه که چه کسی رو انتخاب کرده چرا انگامی که الان این معجزه به وقوع میپیونده در دم این اتفاق نمیافته که یک باره اون اصا هر شود تبدیل بشه به یک شاخه از درخت بادام که دیگه بادام آزر و آماده رو شاخه باشه چرا باید مراحل گوناگونی طی بشه اول هر شود شکوفه و گل و اینها باشه بعد اون گلبرگ ها بریزند و نارگل پیدا بشه و بعد نارگل تبدیل بشه به بادام در حالی که این مراحلی که عرض میکنیم در عرض چند دقیقه انجام گرفت ولیکن با این حال میفهمان که علت چی است در جواب میفهمان که پودگار بزرگ با این کار آمد و پاسخ داد به قورخ و پاسخ داد به تمام افرادی که مانند قورخ فکر میکنند اشمید بارخ فرمود که انگام که یک نفر میخواد یک پستی رو به سلا برای خودش بگیره و به یک مرحله به یک مقامی به یک مسئولیتی برسه ایشون باید که از قبل آمادگی های لازم رو داشته باشه اگر که موشه به عنوان رهبر و اهرون کوین به عنوان کوین از جانب پروردگار بزرگ انتخاب شدند اینها در حقیقت سابقه بس طولانی دارند در خدمت کردن به جماعت اینکه موشه و هارون بیان برن نزد پرو ده ضربتی که بر سر پرو وارد بیاد و بعد شکفته شدن دریای سرخ و بعد انگامی که اومدن و پای کوه سینا ایستادن تمام این مسائل و این برنامه ها ما میبینیم که در حقیقت توسط موشه و هارون به نمایندگی از, تر... از سوی پروردگار بزرگ به مرحله اجرا گذاشته میشه و بعد از اینکه به هر حال اینها این اقدامات رو انجام میدن میبینیم که موشه رسما به عنوان رهبر جامعه میشه و بعد از افتتاح میشکان اهرون کوئن به عنوان اولین کوهن از جانب پروردگار بزرگ انتخاب میشه حالا اینجا خورخ یک باره عرض شود از راه میرسه شخصی که هیچ نوع مسئولیتی نداشته قبلا هیچ نوع خدمتی به جماعت نکرده هیچ نوع وضعیت و برنامه‌ای که واقعا به عنوان یک امتیاز در این خصوص برای ایشون باشه ما نمیبینیم از قبل درست است ایشون فرد ثروتمندی بوده از نظر علم تورام در حد خیلی بالایی بوده ولیکن اینکه بیاد و با جماعت باشه و در بین جماعت در حال اون کارهایی رو که از دست ساخته است برای اون رو انجام بده چنین چیز چیزی نیست ولی ایشون یک باره میاد و میگه که آقا من باید بشم کوهنگادول و این است که در حقیقت تقاضایشون رد میشه و به دلیل اون اختلافا و دعواهایی که ایشون ایجاد میکنه خودش و خانوادهش و اون افرادی هم که همراهش بودن واقعا جونشون رو از دست میدن اینجا درس بسیار بزرگی برای تکک ما هست در طول زندگی که باید بدونیم که هیچ کسی نمیتونه راه صد ساله رو در یک شب طی کنه انسان بایستی که متوجه باشه که اگر واقعا به یک هدف مهمی پایبند است و میخواد به اون مقصود برسه بایستی که آرام آرام گام برداره و اول زمینه رو فراهم بکنه و بعد از فراهم کردن زمینه وقتی که واقعا متوجه شد که میتونه اون مسئولیت رو بر خودش بپذیره وارد میدان بشه و اون برنامه ها و اون کارهایی رو که بایستی انجام بده به مرحله اجرا بگذاره و بتونه به عنوان فردی صدیق و خدمتکار برای جماعت در اون پستی که بر خودش میپذیره اقدامات لازم رو انجام بده این است که میگن تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گذاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنیم شبات بسیار خوبی رو برای مگزن آرزومندیم شبات شلوم اون براه.